سلام دوستای عزیز، امیدوارستم که خوب و صحتمند باشین. امروز درستان در رابطه با طراحی دندان هست و برای کسایی که تازه طراحی شروع کردن، طراحی از دندان نسبتا کار مشکلی هستن. امیدوارستم که ویدیو رو تا آخر تعقیب بکنین و درس امروز یاد بگیرین. خب شروع میکنیم. پنسلی که استفاده میکنم پنسل 9B هست، 9B که تاریکیش بیشتر است، یک پنسل پاک. و همچنین میکسر. خب یک مسئله که در برکشیدن و طراحی دندان خیلی مهم است، خود دندان ها است و نورها و تاریکی هایی که در دندان ایجاد شده. بعضی هستن که زمانی که دندان طراحی میکنن و هر دندان رو که بخواین فاصله بینشان ایجاد کنن یا هر دندان با یه خط میگیرن جدا میکنن. در واقع اگر شما هیچ شیدی نزنین و رنگ ها رو میکس نکنین، محو نکنین و با یه خط هر دندان جدا بسازین، در واقع شما ریالیستی کار نکردین، یعنی واقعی به نظر نمیرسه. این دندان به شکل کارتونی به نظر میرسه و امروز براتون یاد میتونم که چطور باید محو کنین خطایی که در بین دندان ها هستن و در کجا تاریکی ها قرار میگیرن. خب ابتدا از کنج لب شروع میکنم. قسمت هایی که بیشتر تاریکی وجود دارن با استگی و میترتیب شد میزنین، سایه میزنین، منظور این خطا رو کمی روشن میکنین. شما میتونین اصلا از مکسر، از مفکون محکونی جس استفاده نکنین. به می ترتیب آهسته آهسته سایه بزنین ها، کارتان درست به نظر میرسه. اینجا قسمت های لثه دندان هست، زیاد تاریکشان نمی سازیم. قسمت های بالایی کمی تاریک می شن چون نور کم تر رسیده. همیشه وقتی بخواییم که از دندان طراحی کنیم، طبعا این لبخنده عمیق هست و کنجای دهان همیشه تاریک میشه، یادتون باشه. یه گوشه و یه گوشه شما میتونین هم با نوک پنسل سایه بزنین هم با پهنای پنسل به این ترتیب. یک
بر طراحی لب همیشه دقت داشته باشه. این زمانی که لب طراحی میکنین ضرور نیست که شما تمام جزئیات و خطوطی که در لب میبینین اونا رو طراحی بکنین، فقط کافی است که نورها و تاریکی ها را در جای دقیقش بگذارین و در اخیر اگر خطوطی میبینین که خیلی عمیق و پررنگ هست در اخیر اضافه کنین. کنجا بسیار تاریک میشه. با پهنه پنسل سایه میزنیم. ترتیب قسمت رو بیشتر تاریک میشه. کوشش نکنیم که لبرم بخواهیم که از لثه جدا کنیم، باید خط ایره جدا بسازیم، به این ترتیب شکل بزنیم، ظاهر بزنیم که خط محو شد، یک لاین مجزا دیده نشه. به شکل که واقعی به نظر برسم این هنهایی که در بالای دندان وجود داره، دندان در واقع از لثه جدا میکنن، این رقم بایستگی به می ترتیب سایه می زنیم. نه اینکه باید خط جدا کنید، ببخشید. شما در جریان سایه زدن هر طور که راحت هستین سایه بزنید. میتونید به شکل دورانی سایه بزنید، میتونید به شکل خطی، هر طور که راحت هستین. یا با پهنه پنسل. مهم اینجاست که رنگ ها باید کاملا محو شود. یک قسمت نور تابیدم، یک قسمت هم کمی تاریک هست. با پهنه پنسل اینجا رو با پهنه پنسل، چون قبلا شیب زدم،
یادتون باشه دندان های پیش رو هر قدر که دندان نزدیکتر باشه در فاصله نزدیک، خب معلوم دانست که برای ما واضح هست و روشن‌تر کار میشه. هر قدر فاصله دندان ها دورتر شده میره به این ترتیب تاریک شده میره، تاریکش بیشتر میشه. مثلا دندان هایی که در یک قسمت وجود دارن کمی تاریک هست چون نور کمتر جذب میکنه. هلوهای دندانی سمتای بلایی رو این ترتب سر رو میزنیم و هسته هسته بسیار سر پنسلتون کم فشار میارین، یه خط ایجاد میکنین، نه اینکه مستقیم یه خط به قسم فشار بتون مستقیم. بسیار با آهستگی سر پنسلتون اصلا فشار نمیارین، آزاد میمونین دستتون. خب میم دندان بعدی چون دندان سفید است شما تاریکی رو ایجاد نمیکنیم. بعد دیگه دندان کمی چون در فاصله دورتر وجود داره کم تاریکی ایجاد میکنیم. دندان سر من رنگ دارم، یعنی سیاه شدم قبلا که استفاده کردیم. من میتونم با استفاده از مکسرم خطای بسیار ملایم در بین هر دندان ایجاد ملایم میکنیم سایه بزنیم. اگر امکان آتون باشه نوک پنسلتون باید بسیار تیز باشه که تاریکی رو بهتر ایجاد کنید. Thank you.
دوستان طراحی خیلی آسانه، فقط باید شما خوب دیدن یاد بگیرید. طرف مدلتون باید دقیق سعی کنید. شما وقت طراحی خوب میشین که خوب ببینین و دیگه ای که سایه ها و نورها رو بشناسین و در جای دقیق و در جای خودش بگذارین. سمت بالا سایه خب دوستای عزیز، ای بود از طراحی، آموزش طراحی دندان. امیدوارستم که یاد گرفته باشین. لطفاً چنل رو سابسکرایب بکنین و برای دوستایتون هم چنل به اشتراک بگذارین. کسایی که واقعاً وقت ندارن که در کلاس‌های طراحی برن، یعنی که هزینه زیاد داره کلاس‌های طراحی، من در خدمتتون هستم. آنچه که آموختیم در اختیار شما هست قرار میدم. خب اوقاتتون خوش، روزگارتان خوش، شاد و آباد باشین. خداحافظ.